بچه ها چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو جدید بعد از چندین ماه و درخواستای بسیار زیاد در کامیونیتی فیفا. بالاخره دوباره سم اسنو در کنار علی زلزله، یکی از بچه های خفن کامیونیتی. علی جان خوبی شما؟ یا سلام علیکم. امروز با یه ویدیویی که واقعا من توش فکر کنم خیلی ضعیف باشم، قراره که بریم بتره کنیم. چلنج چی بود؟ تایمینگ چلنج کریر. بچه های کریر باز این چالش علی خیلی دوست دارن، واقعا لذت میبرن این چالش. حالا جلوتر شما هم متوجه میشی. علی جان این چالش هم به مهارت هم به شانسه، ولی شانس یه موقعی از مهارت هم جلوتر میزنه، پس نگران نباش. خب ما که نه شانس داریم نه تو کریر مهارتی داریم. دیدیم تو درفتا دیدیم داشت علی، ما مولر میگیریم. همون احتمالا تو همین کریرم برم مولر رو بگیرم. به به. خب بچه شاید خیلیاتون ندونید که تایمینگ چلنج کریر چیه، قوانینش چجوریه، شرایطش چجوریه. الان قراره خیلی کوتاه بهتون توضیح بدم. تایم برابر جفتمون داریم که بین 10 تا 15 دقیقه است. مثلا علی چون تو کریر نوب سگه، ما میخوایم 15 دقیقه این ویدیو رو بریم. مثلا بچه های دیگه 10 دقیقه بود، محمد کلا یه دونه فکر کنم MHS 10 دقیقه رفتیم. مثلا 10 دقیقه میریم کاری نداره. علی با من کری نخون، علی منو دیوونه نکن. من تو کار میزنمت. بریم. بودجمون هم با هم برابره، یعنی بودجمون 500 میلیون دلاره و هر کی که اگه مثلا بیشتر از 500 میلیون خرج کنه و حواسش نباشه، باید گرونترین بازیکنی که خریده رو ریلیز کنه، یعنی اخراج کنه و دیگه نمیتونه ازش استفاده بکنه. یه قانون دیگه هم داره، مثلا هر تیمی برداریم از اون لیگ نمیتونیم بازیکن بگیریم. یعنی امروز توی این ویدیو احتمالاً منچستر سیتی رو برداریم و نمیتونیم از لیگ جزیره خرید کنیم، بعد از لیگای دیگه خرید کنیم. کل فصل بعد از خریدا سیمولیت میشه، هر قهرمانی 2 امتیاز. مثلا هم توی رقابتی من و علی هیچ کدوم قهرمان نشدیم، اون موقع چی میشه؟ هر کی دیرتر حذف شده باشه یا رتبه بالاتری گرفته باشه 1 امتیاز میگیره. پس قهرمانی 2 تا و نتیجه بهتر 1 دونه. داش علی آماده ای؟ آماده. بچه‌ها من قبل از اینکه بخوام کارو شروع کنم با علی صحبت کردم و علی گفتش که بریم با منچستر سیتی این کارو انجام بدیم. علی جان انتخاب کن کاراکتر تو، بذار ببینم من کیو بردارم. کلا یه دونش بچه خوشگله، من همیشه اونو برمیدارم. علی جان من میتونم خانوم بردارم؟ به به. من اسم خانومو میخوام بذارم سارا اسنو. به به. سارا اسنو. دوات قرون اونقدر دولت بینجا ببینم. ببین چون این خانوم اسمش ساراه، ما آمریکایی، بذار ایرانی. یعنی ساراه ایرانی نداریم آقا. ببین سارا فکر کنم از نه اشتباه شد، ولش کن. علی جان ادوانس رو بزن. هدوم هدوم ایناشو کاری نداشته باشه، یعنی با سرش کاری نداری تو؟ سرش داداش چی کار؟ علی جان من سرش خودم ترتمیز کردم، خیالت راحت باشه، من تغییر دادم. علی جان نکته بگم به شما، مجازاتم داره این ویدیو. داره؟ بله، مگه میشه نداشته باشه ویدیو اون مجازات نداشته باشه؟ تا که ما رو ایزی توی این چالش بخوای ببریم، من هیچی برام. علی به خدا به شانس این سالا رو سری یه جوری من که شانس ندارم. تو لامصب جواد زدی هفته اول فیفا. علی زلزله داری این بازی کثیفو شروع می‌کنی. بابای من بود نازاریو زد. نمیدونم واقعا. بیا سطح کارو بذار روی لژندری. مچ دیفیکالتی او؟ آره بذار روی لژندری. فاینانشیال تیک اوور رو بذار روی 500 میلیون دلار. الان منچستر سیتی خودش 250 میلیون علی بودجه داره، ما 500 میلیون هم اضافه کردیم بودجهش میشه 750 میلیون. باید حواست باشه از این 750 میلیون فقط 500 بشه 501 باید اخراج کنی. من معمولا مثلا زیر 450 تا میبندم. ادوانس بزنم ببینم علی زلزله. بریم سراغ اولین بازیکن. علی جان شروع نکن الان، بعد تایمر بزنم. یه دقیقه بذار وارد چیم ببینیم چطوریه. اسکای بعد قیتری است. حسام جان میخوای پیادش؟ آم پس. آخ من استارتو زدم، مربی آمد داره حرف میزنه. اوکی. مشکلی نداره، مشکلی نداره. منم الان سارا اسنو اومد. سارا اسنو دوستان رلونده هست که حالا ان شاءالله در آینده ازش رونمایی می‌کنیم. به خدا دارم دروغ میگم. ولی زیبا هن این خانوم. چیز این پری سیزن تورنمنت رو چیکار کنم؟ اینو اسکیپش کن، نداریم اصلا، بی خیالش. 10 دقیقه رو میتونیم از همین الان استارت بشه. ترکیبی داره سیتی. به به. خوراک تیپ خود این سیتی رو بندازی کارو جمع میکنه، ولی من باید یه سری تغییرات ایجاد کنم. تایمر 10 دقیقه رو میزنم، میوت میکنیم همو. 10 دقیقه که تمام شد فصل رو شروع نکن. میایم با هم خریدامون رو نشون میدیم، کارا رو میکنیم و بعد مرحله بعدی. برو بریم بچه ها. 10 دقیقه از همین الان استارت شد. من علیو میوت میکنم، علی هم خودشو میوت کنم. خداحافظ علی جان. خب بریم که داشته باشیم کیو بخریم. آقا من اولش نظرم اینه که امباپه رو ببینیم میتونیم بخریم.
این علی زلزله نوبسک تو کریر هیچی نمیدونه. به خدا اگه ببازم شانسی برده. همین الان دارم بهت میگم، خودت میدونی چی به چی. خب یکی امباپه رو بگیریم، یه دونه وینگر میخوایم، وینگر آداما تراوره. چیزی که میخوام الان اوکی بکنم، نمیدونم ترکیبشون رو جدی دست بزنیم یا نزنیم. میترسم یهو نتیجه نگیریم به ترکیب دست بزنیم. بارسلوناس، آره اینم میشه خرید. اوکی اینم از این. دیگه کی میخوایم؟ ترکیب باشه یه سی دی ام بیشتر، 4-3-3 معمولا به نظرم میتونه منطقی باشه. ببینیم هالند هم ببینیم چنده. کلا اسی میخوایم دیگه، همونطور که میدونید کلا من سیتی تو کار اینه که بره استی بخره. پس ما هم الان ارلینگ هالند رو ببینیم پیدا میکنیم. فودن بیاد لول یو، یه مهاجم نوکم بخریم آجی. خب الان سه تا، دو تا مهاجم داریم، یه دونه رایت وینگ داریم. بذار ببینیم دیگه کیو میخوایم. حالا رودری و سیلوا و دیبروینه خودشون کارو جمع میکنن آجی. انصافا تیم خیلی قولیه. بذار بریم همینا رو ببینیم میتونیم بگیریم. کانسلو هم که دبلیو، اصلا تیم مشتی قویه آجی دیگه. این علی زلزله به ما گفت بلند شو بیا بریم سیتی. نمیدونم چی بگم به این علی زلزله من. ترانسفر ها رو بیار. اکیلیان امباپه اپروچ تو بای. آه همونطور که میدونید ارلینگ هالند لینک شده به تیم منچستر سیتی، پس فکر کنم خریدش واقعا منطقی باشه. مثل اینکه قراردادشون هم حدودی داخلی ریز امضا زدن ولی فعلا رسمی نشده. منم چون خرید زیاد معمولا اهلش نیستم و تایممو بیشتر رو تاکتیک و این چیزا میذارم و دیولپمنت پلن و این چیزا، میخوام این سری دیولپمنت پلن بچه‌ها بذارم رو تیم 100% تاثیر داره، فکر کنم جالب باشه. 228 من 230 تا بهش پیشنهاد میدم. اوکی 230 تا گرفتیم. ما پرو برو بریم. اصلا خانوم سارا اومده اینجا، تو فکر کن بتونی بهش بگی نه؟ شلوارتو میکشه رو سرت مردی که گاف. میگه فکر میکنم وقت منو گرفتی، بلنشو گم شو برو بیرون. درست صحبت کن با سارا، غیرتی هم من شرفتو میکشم سرت. این از امباپه. هالندم بگیریم 169 تا. بعد یه محاسبه ریاضی تورم بکنم ببینم که چطور میشه. اشکال نداره، یه چند روز میریم جلوتر، یه چند روز میریم جلوتر. خب اینم کی میخواد حرف بزنه؟ آفرزا اینم با 160 میلیون فکر نکنم بشه اینو گرفت، واقعا سخت بشه. یا ابوالفضل، به نظرتون چند تا بازی کن تو الان خریده؟ من اسم میکنم هیچ خریدی مثل من الان دقیقا شرایط. خب 160 میلیون بهش بگیم ببینیم ریاکشنش چیه. امیدوارم نگه ویست تایم. آجی چقدر آدم مریضی هستی تو دورتموند. 278 میلیون میخواد، من با 230 میلیون میشه 508 میلیون. نه 8 میلیون باید ازش کم بکنم، 8 میلیون ازش کم بکنم. من با 269 تا میتونم اینو بگیرم. بابا دهنتون سرویس، 200 میلیون میدم خدایی، ولی بذار 300 میلیون برام بمونه. خدایی برگام ریخته آجی. الان اگه یه درصد علی زلزلم هالند رو بخرم از سر همین دارم چون نمیزنم. 230 میدی؟ میگه رایت اوکی. ایوالا 230 میلیون گرفتیم، نره فکر کنه پشمام. چقدر دادم مریضی هستی تو. سابمیت آفر 269 میلیون. تو رو خدا من دوتا بازیکن بگیرم تمومه، همین هالند و یه امباپه میگیرم تموم شده. واقعا سیتی بقیه بازیکناشو داره به نظرم. اوه آقا هالند میگه که 269 بیا مذاکره کن. مردی که گاف فکر من همینجوری باز میکنم. ببخشید چی شد؟ این دوتا رو بگیریم دیگه 500 میلیونمون تموم شد. خب آقا ما ویدیو کریرمون تموم شد. من نمیدونم واقعا دارم اشتباه میکنم این دوتا رو رفتم خریدم یا نه، ولی احساس میکنم که کار درسته کردم ها، یا نمیدونم. شرفمون میره اینجوری که بابا خوش تا علی زلزله هم میودیدی رفت خرید. به جون تو علی زلزله یه مهاجم نوک میخواد بخره، ولی اینکه کیو بخره نمیدونم، احتمالا اونم هالند بخره چون هالند لینک شده. منم میخوام هالند رو بگیرم. بابا چقدر سمجی بدش دیگه. بابا نداد دوباره بهم، باورم نمیشه تو این تایمینگ چالش دارم وا میدم. خب بریم که ترانسفر ها ببینیم که پولی که باید به امباپه بدیم چقدره. 270 هزار تا میخوای. هری کین هم یه زمانی داشت لینک میشد آجی به سیتی، شاید باورتون نشه ولی هری کین هم یه زمانی داشت میومد منچستر سیتی، خیلی گواردیولا میخواستش و جلوشو گرفتن نذاشتن بیاد. حس میکنم خریدش یه ذره شاید نمیدونم
دیگه ندادید دیگه، هالندو ندادید، منم وقت ندارم، یه مهاجم نوک میخوام کلا بخرم. یه قانون دیگه هم داره، مثلا هر تیمی برداریم از اون لیگ نمیتونیم بازیکن بگیریم. 240 تا میخواد، 2500 دامین. اوکی بابا قبول کن بریم. جواد زلزله برو بریم آقا جواد. دست امید امباپه رو گرفتیم دوستان با 230 میلیون. ببینم ریاکشنش چیه. 140 میلیون کنته. خوبه بازی یه ذره ارزون تر میگه. فکر نکنم به ذهن علی برسه که بیاد واسه هری کین. خب اینم هالند، بیا ببینم. 190 هزار تا. اوکی بابا اینم قبول کن بریم بابا. اوکی قبول کن بریم. هری کین اومد به منچستر سیتی و شاید یه روز این انتقال اتفاق بیفته. این آفرمون 230 میلیون بود. 230 به علاوه این آفرمون چند بود؟ خیلی گرونتر شد که 269 میشه 499 میلیون. یعنی با اختلاف 1 میلیون تونستیم کار جمع بکنیم و تمام. آقا ترکیب ما همینه، یعنی من فکر نکنم واقعا دست بزنم. کلا یه دونه مهاجم نو کردم. این علی زلزله گفت بیا من سیتی رو برداریم. من سیتی خودش حدوداً واقعا تیمش تکمیل بود، مثلا باید یه تیم دیگه برمی داشتیم به نظرم که خیلی چالشی تر در بیاد. ولی اگه استقبال از این ویدیو بره بالا میتونیم یه دونه یه بار دیگه این چالش رو بریم با یه تیم ضعیف‌تر. اگه دوست داشتید حتما کامنت کنید، مثلا چند ماه دیگه شاید این کارو کنیم. فقط باید ببینیم که استقبال چقده. بریم که اسکوادو بچینیم. فقط سی ام نه. اوکی سی ام داریم، فرناندینیو، گوندوغان. اوکی اوکی. فقط تنها کاری که میکنم اینه که یه ذره به تاکتیکمون دست میزنم. پرسی تاکتیکمون بازم تیممون بازی میکنه و اتفاقا اینکه رو به جلویمو من خیلی دوست دارم. بعد یکی رو داریم فودن و چیزم داریم، خصوص هم داریم. آقا من کارم تمامه، جدی کلا یه دونه خرید کردم و به نظر من کافی بود. 1:30 باقی مونده، صدا رو میخوام باز کنم که علی بشنوه صدامو. علی صدامو داری؟ میتونی صدا تو باز کنی الان. من خریدامو کردم دیگه، کار خاصی ندارم. دقیقاً منم خریدامو خیلی وقت کردم و داشتم فقط ترکیب فصلو میچیدم. آره. علی چند تا خرید کردی؟ خواهش کردم نمیتونم اینا رو بگم که. نه اینا نه بگو، مشکلی نداره. تموم شده، تموم شد. الان تایمو زدی. میخوای تاکتیکای منو بفهمی؟ نمیشه که. قربون اون لجبازیات برم من. ای جان لجباز دوست داری؟ جان علی داشتم اینو به بچه هم گفتم، گفتم که این ویدیو اگه خیلی استقبال بشه، یعنی یه چیز پشمریزون علی ببینیم، یهو بیاد این ویدیو 50K ویو بخوره، کلی کامنت و لایک و اینا داشته باشه، یه دونه با تیم ضعیف میریم. من و علی تایمش هم بالا میذارم، یعنی مثلا میگم یهو نیم ساعت مثلا یهو با یه تیم ضعیف تو لیگ انگلیس مثلا بریم شفیلد رو برداریم. شفیلد البته فکر کنم لیگ انگلیس نیست، یه ذره دست پایین‌تر. آقا خریداتو جدی، بیا توی بخش ترانسفرز، توی بخش ترانسفر هیستوری رو بیار بالا. اصلا باور نمیشه با چه رقمی گرفتم، یعنی قشنگ خیلی عجیب غریبه. علی بگو با کی گرفتی که شاید یکسان باشه. میخوای من اول بگم؟ من امباپه و هالند گرفتم. من نمیدونم چرا با هر کی که میخوام بازی کنم رکب میخورم من. نه بعد میخریدی؟ خب نگفتی تو قوانین که. نه میتونی بخری، ولی میگم که من اصلا اهل خرید سوپر استار نیستم علی. چون خودت تو سوپر استاری، سوسماست. علی جون عشق منی. آقا من میخواستم اول هالند رو بگیرم، خیلی داشت با من چونه میزد. منم قاطی که دوبار با هم مذاکرهش برم. حاجی تو انگار مثلا پول واقعی خودت، من همینجور جیرینگی بهشون دادن گرفتمش جفتشون. الان جمع ارقامت چقدر شد علی؟ 802 میلیون. تو چقدر خرج کردی؟ قشنگ 802 میلیون جفتش رو هم. علی داری ایسکا میگیری، بگو پیاده شم. پیاده شد. میدونستم. من نمیشه. من 499 میلیون و 60 هزار تا. من که نمیبینم، ولی اگه تقلب کردی. نه دیگه حساب کن. 230 میلیون و 50 هزار به علاوه 269 میلیون و 10 هزار. حاجی حالا از امباپه گرونتر بود. فکر کنم به خاطر سنش بود. آره دیگه به خاطر سنشه. آقا من یه خرید کردم، خرید انگلیسی تبار. آقا هری کین رو برداشتم از تاتنهام آوردم منچستر سیتی. یعنی خود خرید. آقا تو گفتی انگلیس نمیتونیم بخریم که. سلام ای خروب غریبانه. قانون خودم یادم رفت، باید سلش کنم. تو باید سه تا از بازیکناتو بفروشی.
KDB به خاطر اینکه نقض قوانین کردی اینجوری باعث بشه که مهمونای بعدی هم از این کار بترسن. دادان ببین KDB کین و دیاز تو باید ریلیز کنی. طرف قانون خودشو یادش رفته باید تنبیه بشه. کمترین تنبیهش هم اینه که کوین و دیاز و کین رو ریلیز کنه بره. ببین عمرن این کارو بکنم علی. الان یعنی میخوای فقط هری کین رو بفروشی؟ علی الان تیم تو با امباپه و هالند قوی نتر نشده؟ تر شده. خب برای من قوی تر نشده. الان من ساده ساده قراره باید خب نه دیگه بازی کنم. به خاطر اینکه نقض قوانین کردی باید ضعیف‌تر هم بشه به نظر. حالا نظر منه. چت میتونه نظر خودش رو تو کامنت ها. نظر من اینه. قانون این نبوده. KDB و دیاز هم باید میفروشی. داداش قسمت‌های قبل علی ببین علی زلزله خدای چیزه. میدونی چی میگم؟ خدای به هم ریختن شرایطی که بریز همه چه به داداش طرف قانون خودش یادش رفته. علی یعنی تو چند تا کریر گرفتی؟ تو چند تا تایمین کریر گرفتی حسام؟ سه تا. اینو نمیفروشی؟ رودریو بفروش. یکی بفروش دست. من که مرد تقلب نیستم تو زندگی. فقط تقلب شده داشت مچتو گرفتم خودت فر خورده بودی که قانون بچه برو مچشو گرفتم. من اهل تقلب نیستم. مچتو گرفتم خاک تو سر من کنن که تو یکی از مهمترین قسمت ها تمشید سویتی دادم شاش. آقا من ریلیز کم ولی 17 میلیون دارانم ضرر خوردیم. 17 میلیون هم دازه پول کین دادی. بعد یه سوال اون 400 میلیون تو گذاشتی دم کوزه آبشو بخوری؟ آره داداش رفت توش. میخوام بهت بگم که تو تاکتیک چینی کی قوی تره، کی قدرت زیادی داره. یه روزی اومدی ایران 11 تا از سابسکرایبراتو میگی برات فیلم فوتبال بفرستن، یه تیم درست میکنی، منم یه تیم درست میکنم، این تیمو توی ورزشگاه بازی میدیم، ویدیو میسازیم، مربیش تو باشی منم مربیش این ور باشم، اون موقع میبینیم چی شانسی چی شانسی. 11 نفر واقعی؟ آره 11 نفر واقعی. داداش چه کاری 11 نفر بیاریم؟ 10 نفر میاریم خودمونم لخ میشیم میریم وسط. یه مثلا میخوام آره دیگه من یه تنه باهاتون بازی میکنم، اون باتایی که میبینی تو استوری ها میارم اونجا. علی زلزله دو سال داداش دو سال من فوتبال بازی نکردم. من همچنان بهتون میگم این آقای حسام که استوری من ریپلای میکنه میگه بات، من میگم حسام جان شما یه عکس با شورت ورزشی فعلا واسه من بفرست، من بدونم فوتبال بازی میکنم. داداش من رکورد روپایی ایرانو دارم، 707 داره روپایی تو 30 ثانیه زدم. روخ که کنترل نمیندازه. بگو حسام جان بگو. بله متاسفانه کنترل نمیندازه ولی من دو سال فوتبال بازی نکردم. با اینکه شوت بزنم بیام تهران همچی کانتنت بمبیو میشه درست کرد. آقا بریم شادش شروع کنیم علی زلزله. بریم فقط به من یاد بده چجوری باید چیز کنم. اوکی برو توی بخش سیزن، توی بخش کلندر. کلندر ندارم من. آها پیدا کردم. بیا 31مش زبده رو بزن ولی یه سو نزن که بهت الان توضیح بدم یه چیز جدید. الان یعنی من 4 تا بازی میکنم تا اون موقع. آره گوش کن، من یه امتحان کردم دیدم فکر کنم جالب‌تر میشه ماه به ماه بریم جلو یا دو ماه یک بار بریم، یهو کل فصل رو سیمولیت نکنیم. آره اینجوری... بابا آره استرسش. برو علی الان 4 5 تا بازی یه سو بزن شروع کنیم. 1 2 3 حاجی ببین روبرو لستر هم بازی داریم الان. آره آه بازی اون یکیه دیگه راست میگی. الان اولین دو امتیاز رو میبینیم کی میگیره یا نمیگیره، شاید جفتمون بگیریم که بنازم. بازی بعدی تاتنامه یا اول فصل. چی شاشیدم تو این تیم. فکر کنم نتیجه همون با هم داره پیش میره. آره علی تموم شد برای تو؟ نه برای من آرسنال هم آخریش. اوه. چه نتیجه گرفتی علی در مجموع؟ به نگو چه بازیایی بوده، مثلا بگو دوتا برد یه دونه باخت. بهم بگو یه دونه برد دوتا مساوی یه باخت. من دوتا برد دوتا مساوی. خوب تا الان رفتیم جلو بشبا بریخته. علی برو ماه بعدی لیگ قهرمانان شروع میشه. آجی نمیتونم من ترکیب الان یه دست بذارم بهش؟ جالب تر میشه که دیگه همونی که اول چیدی باشه علی. آها. به نظر من خدای... ولی اشکال نره. آره. با همین کار میری یه بازیایی میبره آدم فر میخوره، یه بازیایی میبازه که اصلا وای. امباپه و هالند تو چه پستی هست؟ استی 4-4-2 کردم. چند تا بازی داشتی؟ 6 تا دیگه. من 6 تا، 2 تا باخت 3 برد 1 مساوی. من 3 تا برد 3 تا باخت. پشو در تیزلی. آقا برو رو 31 ماه اکتبر هر موقع 1-2-3 کنیم به یه سو بزنیم. 1-2-3 یا اول فاز با لیورپول. آقا لیوره من لیورم بزن لیورپول. حاجی حاجی به جان خودم سیمولیتشم شبیه همه، یعنی ریاکشن های من تو یکیه. نه حاجی نه ما داشتیم سیمولیت بابا، من با سالار رکورد کردم. 5 تا بازی داشتیم مثلا. 3 برد 1 مساوی 1 با داداش 5 بازی 5 برد
اینه هالند پاپ. این ویدیو معجزات نداره دوست. برو بریم. چند تا بازی داشتیم؟ 5 تا. میشه نگم الان یا این ماه نگیم؟ خیلی من خوب نبودم علی، این ماه خدای دیده بودم. برو بریم اشکال نداره. 31 دیسمبر برو، بعد میریم نتایج چک میکنیم که تا نیم فصل چیکار کردیم. 1 2 3. نمیتونی خرید کنی نیم فصلا؟ نه خرید نداریم. کینت هم بازی دادی؟ نه داداش، کینو انداختم بیرون چون پول نداری میگی خرید نکنیم. اگه داشتی میگفتیم پس هم خرید کنیم. خدا راست. دقیقاً. پس چی فکر کردی؟ چند تا بازی بود؟ 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا بازی بود اسم جون. شما من فقط بهت بگم 3 تا برد آوردم از این 8 تا. اوه! 7 برد و 1 مساوی. این تیم باخت نمیده اسم جون. علی زلزله هفتم جدولم الان. تو لیگ تو کجایی؟ تا شلی دوم جدول با 2 امتیاز اختلاف. پریمیر لیگو که تو یکی چلان جلویی. داداش من فصلو میگیرم. نه فصل آخرش باز چک میکنیم. اف ای کاپ چیکار کردی علی؟ جلو لستر چیکار کردی؟ لستر رو بردم من. قهرمانم. 2 امتیازم تو، منم بردم. دو تا میگیری میشه. تو 3-2 الان انگار جلویی. تو چند بردی؟ یکیچ بردم. دیگه بیا تفاضلیش کنیم که یکی امتیاز بگیریم. من 3-1 بردم. آقا یعنی چی؟ من خب گل نخوردم. چالاکی دلیلای مزخرف. نه اینجوری، یعنی فقط امتیاز مثلا لیگ رو یه نفر بگیره، دو نفرمون نگیریم. اینجوری لوس میشه، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. آره جالبه. 4 تا بازی. بریم علی آماده ای؟ 1 جنوری رو بریم. 24 جنوری تولد داشتی. ان شاء الله که یه کادوی تولد البته بعد از بازی است. اوکی، اولی اوکی. بازی اول اوکی. بازی دوم اوکی. حساب جون آماده باش، آماده که داشلی آمده. دیدی گفتم یه موقعی به شانس علی زلزله. نداداش من تیمم خیلی قوی تر تیمم. علی میترسم برای اولین بار تو چالش از تیم اخراجم کنن. بگو ببینم 5 تا چیکار کردی؟ داشت یه دونه برد کلا داشتم. 4 تا برد داشت یه مساوی. برو بریم. ببین خدا زد تو کمرت، به من گفتی نوبه سگ، الان یه نوبه سگ تو کریر داره میزنت. بزن آقا، برو ماه جدید، برو ماه جدید علی. الهی امیدوارم که آره من زدم داشت. بزن داداش با هم دیگه بیا بزنیم ماه. آقا نمیشه با هم دیگه، زشت میشه داداش. علی زلزله چیکار کردی دیسمبر؟ ببخشید فوریه. 4 تا برده بردم یه باخت. من 2 تا بردی 2 تا مساوی. علی جان بریم برای ماه مارچ. من مارچو اوکی برو بریم. یک من زدم، مارچ هم شروع شد. گفت منچستر. امیدوارم بزنی منچستر رو. دادا شرف سیتی رو بردم من. من 4 تا بودم، یه باخت، 2 تا مساوی، 1 برد. یک برد. داداش تیم چیکار داره میکنه؟ من 3 برد، 2 مساوی، 1 باخت. بچه جدی، تا حالا نشده من اخراج کنن از توی کی. یعنی اگه توی این تایمینگ چنش من اخراج کنن، یکی از خنده‌دارترین و مضحک‌ترین قسمت‌ها خواهد شد. ماه آپریل من یکی از ماه‌های خوبم بود. یک باخت کلاً داشتم. باقی رو بردم، دو تا هم مساوی. دو تا هم مساوی داشتم. من 4 تا بردم، یه باخت، یه مساوی. آقا ماه میو داریم علی. آخرین ماه دیگه. بزن بزن. باخت رو بریم. 2 و 3. زدیم علی. زدیم. ببریم خدای جان ما. نیوکاسل. تو کاپه با چیز داری؟ با چلسی داری؟ نه خب مراحل بالاتر یه اتفاق. تو پنالتی بردم. یس. علی منو اخراج کردن، شاید باورت نشه. کانتا آجی 5 تا بازی و من قهرمان شدم. میام قهرمان. 5 تا بازی و بردم من. علی الان حتی نمیتونم ببینم چندم شدم تو جدول، شاید باورت نشه. انداختنت بیرون؟ آره جدی پشمام ریخته. اصلا سیتی عادی بود. چرا جدی؟ حالا بیام بیرون ببینم چندم شدم. بیا بیرون تو یه دقیقه واسه منم. الان اومدم تو نوریچ. من که کلا باختم، یعنی اخراج من قرار قانون اخراج چیزی نشه بودم. من قهرمان شدم. لیورپول 87 امتیاز، من سیتی 87 امتیاز، ولی من اولم. علی زلزله، علی زلزله. سیتی شده هفتم، 15 برد، 11 مساوی، 12 تا باخت. 6 تا برد، 19 تا مساوی، 3 تا باخت. من تفاضلم 0 علی. تفاضل من 85 داداش. نه ببخشید 85 نیست، 41. 85 تا گل زدم، 44 تا خوردم. خب 2 امتیاز اینجا گرفتی علی. داداش قهرمانی لیگ 2 امتیاز، بعد کاپ 2 امتیاز. خب هر جوری حساب کنی من بردم داداش. من تو کار زدم. آقا بردی
بردی علی زلزله. آقا بی خیال، من اخراج شدم، یه جوری تحقیر شدم، خود این بازی منو تحقیر کرد. من اصلا ببین، من انقدر که به خاطر یه سری دلایلی که اصلا نمیخوام صحبت کنم تقصیر این علی زلزله شد، من قانونی که خودم گذاشتم و یادم رفت. من که علی زلزله کینت هم بازی بده، خودت ناز کردی گوش نه داداش. من ولی یه چیزی بگم، داغ دل تازه شه، کیلیان امباپه هم آقای گل شد با 21 گل. هالند هم 17 گل. ببین من اشتباه کردم، من تو اون ویدیویی که با تیم ضعیف‌تر میریم بهت میگم کریر یعنی چی. اون موقع بهت میگم انصافا من خیلی حال کردم، فکر نمی‌کردم کریر، من اصلا کلا کریر اشتباهی داشتم، همون نوبسگی که میگفتی، ولی بازم همون نوبسگ برده تمام شد رفت. بابا علی زره رفتی هالند امباپه گرفتی، فکر کردی زرنگی می‌خواستی بگیری، میخواستی بگیری، به من ربطی نداره. توف تو ذات اون یارو دورتموندی که نذاش من هالند بگیرم. علی میخوای دونیت کنم یکیو برای نه داداش مالی چی جانی باید من تو رو کار داشته باشم. ببین چیز داری؟ مواد در اومده؟ آره. دوست داری دوباره کچل شی؟ علی زلزله کچلم کنی به خدا زندت نمیذارم. کچل کنی کچلته. خب نه اوکی، نه من چون خودم با مو و ریشم خوشم نمیاد مجازات کنم، برای تو همین کار انجام نمیدم. مجازات اینه شام مهمون من هر موقع اومدی تهران. داداش مجازات تو من تعیین میکنم یا تو تعیین میکنی؟ بابا داداش مجازات اصلا تعیین کردنی نیست، هر کی که چیز باشه. شاید دیگه شما واقعا باید کامنت ها رو پاره کنید. یکی راجب اون قانونش که یادش رفت باید تنبیه میشه تنبیه نشد، یه دارم راجب مجازاتش که خودش داره واسه خودش مجازات میذاره. شام من بده شامم خوبه. تو بده خوبه نمیای خدایی. میام بده شامم داره خوبه. ببین رستوران گردون برج میلاد. به به دوستان عزیز، پس منتظر خب علی فردا میای اصلا تهران. جان حسام کی میای تهران؟ اینو به من واقعا مشخص نیست، ولی چون کاروانم هست و یه چند روز دیگه هم میخوام برم مسافرت بعدیم، نمیدونم کی باشه. ولی کجا میخوای بری شیتون؟ جای خوب ولی ایران نیست. آقا دمتون گرم که میدونه دید علی جون ما رو سوراخ کرد. دم تو گرم که گذاشتی ما بیایم توی چنلت، باز هم ببریمت واقعا. ولی واقعا بچه فشار چه دارم میخند. من خودم با کریر مثلا کریر رو انقدر فکر نمیکردم به مزه بده، ولی جالب بود چون قسمت گیم پلی کریر همونطور که میدونید واقعا خواهره، ولی با این چلنج حسام خیلی حال کردم و واقعا خیلی انرژی گرفتم و واقعا ویدیو بمبی شد. دمت گرم که منو دعوت کردی، امیدوارم که بچه هم لذت برده باشن. لایک کامنت سابسکرایب چنل حسام یادتون نره، این ویدیو هم لایکاشو بهتر کنید. کامنت ها هم بهتون گفتم دوتا کامنت بعد بزنی، یکی رو در مورد اون قانون مت اینجاشو نذار، مت اینجاشو نذار، علی زلزله انگار صداش قطع داره صحبت میکنه. آقا خیلی دمتون گرم، داشت علی دمت گرم که اومدی قربونت سر اون کلت. دمت گرم، سریعتر باید بشه ویدیو ها، بچه ها ویدیو زیاد میخوان. انصافا اگه این ویدیو رو پوکوندن، من یه قولی با حسام میدیم که سعی میکنیم هفتگی یا دیگه فوقش دو هفته بار یه کانتنت باحال درست بکنیم با هم. قربونتون، عشق منید، خدا نگهدار. جاکس فعلا.